فعالان مدنی هرات امروز طی کنفرانس خبری از تأخیر در منظوری بودجه شهرداری هرات ابراز نگرانی کردند. آنان میگویند که اگر بودجه شهرداری به زودی منظور نشود، ولایت هرات از تکمیل پروژه های انکشافی در سال جاری باز خواهد ماند. در ماه هفتم سال مالی است، متاسفانه هفت ماه ما پشت سر گذاشتیم بدون نزدیک کدام پروژه افتتاح کنیم و دستاورد شهرولی هرات داشته باشه. و امروز فعالین نادای جامعه مدنی در چوکات کمیته دادخواهی جمع شدن تا صدا اعتراض خود به گوش مسئولین محلی و همچنان ارگانهای محل و دفتر ریاست جمهوری برسن و از اونا خواهان حق و حقوق مردم بشن. اگر ما هم به همین سبک و سیال به پیش بریم، قطعا هرات امسال یک ولایت خواهد بود یا یک شهر خواهیم داشت بدون داشتن برنامه این کشفی. این فعالان مدنی نبود هماهنگی میان اعضای شورای ولایتی و نمایندگان مجلس را باعث تأخیر در منظوری بودجه شهرداری می دانند. جواد امید یکی دیگر از فعالان مدنی از رئیس شورای ولایتی هرات انتقاد کرد و افزود که چند پیش کامران علیزایی به خاطر برکناری شهردار پیشین خیمه های تحسن برپا کرد، اما وی افزود که چرا در حال حاضر رئیس شورای ولایتی در این زمینه خاموشی اختیار کرده و اقدام نمی کند. چند ماه پیش دیدیم که خیمه های اعتراضی که مقابل شهروالی بود به خاطر کمکاری و عدم خدمات رسانی به شهروالی دم دروازه شهروالی بود که با حمایت مستقیم رئیس شورای ولایتی هرات و خیمه ها در اونجا برپا شده بود. شهروال هرات عوض شد، همونطور که رئیس شورای ولایتی میخواست شهروال هرات عوض شد. اما حالا چرا صدای رئیس شورای ولایتی بلند نمیشه؟ هفت ماه میشه بودجه انکشافی نرسیده، خدمات نمیرسه. چرا رئیس شورای ولایتی هرات حالا صدا خور بلند نمیکنه؟ توقع ما این هست از رئیس شورای ولایتی و از تمام اعضای شورای ولایتی که به امورات شهری بپردازند، وظیفه از اونها هست. آقای امید نهادهای ناظر در هرات به خصوص شورای ولایتی را به عدم طرح برای بهبود خدمات، عدم نظارت از عملکرد ارگانهای اجرایی متهم کرد و شورای ولایتی هرات را بی‌برنامه‌ترین شورا در سطح کشور عنوان کرد. دلیلی هست که متاسفانه شورای ولایتی هرات حالا برنامه نداره، طرح نداره برای بهبود خدمات، طرح نداره برای نظارت از عملکرد ارگانهای اجرایی محلی. دلیل اصلی بی‌برنامگی شورای ولایتی هست و ای که شما می‌بینید که در یک جای میان اعتراض می‌کنند، اینا برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی هست که داره انجام میشه. متاسفانه شورای ولایتی هرات بی‌برنامه‌ترین شورای ولایتی در سطح افغانستان حتی میتونم بگم هست. در این حال رئیس شورای ولایتی هرات ضمن پذیرش انتقاد فعالان مدنی از نمایندگان مجلس در مرکز کشور می‌خواهد که روند منظوری بودجه شهرداری را دنبال کنند. به هر حال مشکلات در شهر هست، کمکاسی‌های در شهر هست، بیشتر سرکا خراب شده. اما زمانی که با خود شهروار صحبت میکنه میگه بودجه از خود مرکز تایید نشده و ما باید کوشش بکنیم، مردم را باید کوشش بکنه، طریق نمایندگان ما در پارلمان فشار رو و ریاست ها یا وزارت های مربوطه بیارن تا این مشکل حل بشه. تا زمان بودجه نباشه من فکر میکنم شهروار هم کار کرده نمیتونه. در همین حال مسئولان اداره شهرداری هرات از انتقال بودجه شهرداری به زودی خبر میدهند و میگویند که بودجه شهرداری منظور شده و بعد از طی مراحل تدارکاتی به هرات انتقال خواهد شد. بودجه شهرواری هرات از ریاست جمهوری منظوری گرفته و به وزارت مالیه آمده. انشاءالله با آینده نزدیک بعد از طی مراحل تدارکاتی که از وزارت مالیه تا رسیدن به اداره مستقل ارگانهای محلی و از اون طریق تا مقام ولایت هرات، انشاءالله با آینده خیلی خیلی نزدیک انشاءالله بودجه شهرواری هرات منظور شده و به اختیار این اداره قرار خواهد گرفت. به اساس بودجه ما تمام قراردادهای برای تدارکاتی پروژه های ما و پیش رفته در مرحله قرارداد قرار داره. هر پروژه ما که قرارداد از او صورت بگیره کار عملی از او آغاز میشه و انشاءالله هیچ نگرانی بابت از این مسئله دیگه وجود نداره. در حالی از تأخیر در منظوری بودجه سال مالی 98 انتقاد می شود که این برای پنجمین سال است که بودجه شهرداری هرات بعد از گذشت 8 ماه از سال مالی منظور می شود.